با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 23 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه حدود یک ساعت خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که چند بیت از یک غزل بسیار بسیار مشهور خواجه حافظ خدمتتون بخوانم، بعد میپردازیم به مطالب دیگر. میفرماید: در سرای مغان رفته بود و آزده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاه زده. شیخ یعنی پیر، شاهم یعنی جوان. بله، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. شاه جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده. عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز، شکسته کسبه و بر برگ گل گلاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده. که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. به سال دولت بیدار ترسمت ندهن، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. خدمت شما عرض کنم اولین خبر خوش رو ما از ایران شنیدیم، لاغر از زاویه که من نگاه میکنم. راه این که در قزوین یک علامتی درست کردن و در همه جا گذاشتن که با حیوانات مهربان باشیم. خیلی جالبه. بله، با حیوانات مهربان باشیم. در عرض کنم که این آیین‌های ابراهیمی اتفاقا یکی از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین به نام آرتور شوپنهاور، این متفکر اصیلی بود. شوپنهاور خیلی دقت کرده بود در این آیین‌ها. میگوید یکی از عیوب بزرگ این آیین‌های ابراهیمی این است که میگویند که خدا همه چیز را برای شما خلق کرده. یعنی به آدم‌ها میگویند که همه چیز اینجا برای وجود شریف شما. آقا چنین نیست که کسی چیزی برای کسی خلق نکرده، هر خلقتی مستقل است. حالا اگر ما شکم پرستیم و گوشت خیلی دوست داریم و فلان میریم حیوان رو میکشیم میخوریم، این مطلب دیگری است. اما چیزی برای کسی خلق نشده. بله، و میگوید آیین‌های هندی اینطور نیستن و خیلی علاقه نشون داده است به آیین هندو و بودا در واقع. بله، حالا برای اولین بار در قزوین نوشتند که با حیوانات مهربان باشید. کوچکترین رحمی به دل بچه ها نبود. ما بچه بودیم سگی گربه چیزی می دیدیم، سنگ بود که بر می داشتن و ده بزن، و بعد مرغ و خروس و بزغاله و بز و میش و اینا سر می بردن بر بچه هم جمع می شدن. این بابا می اومد کارش تیز می کرد. ترحمش و شفقتش و انسانیتش و بزرگواریش اونجا نشون می داد که می گفت بخوابانید روی قبله. یا کاسه آب هم یه بردن، اون بز بدبخت این کارت رو دیده بود، اون گوسفند بیچاره این کارت رو دیده بود، می فهمید. یه کاسه آب هم این دهنش رو از اون طرف قبله بود، سر بره یا گوسفند رو نمیدونم بز رو می بریدن، خون هم از شارگ این بدبخت می زد. بچه ها نشستن نگاه میکنن، یه دم منتظرن که مثلا جیگرش رو ببرن. از اینجور داستان ها که یک روزی
خدا کند که در تمام جهان این داستان خیلی شنیع کشتن حیوانات متروک بشه و از بین برود. خیلی 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 کار شنیعی است. خدمتتون عرض میکنم که یک شنبه 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در اوکلاهاما هستیم. اوکلاهاما یه ایالتی است در شمال تگزاس. در عرض میکنم که جایی به نام پترولیوم کلاب، پترولیوم یعنی باشگاه نفت، و آدرسش هم هست 100 نورت برادوی اوکلاهاما، در واقع اوکلاهاما سیتی 7302. تلفن آقای فریدون علوی دوست عزیزم هم هست برای اطلاعات 405-760-26-37. بله، روز 31 ژانویه. خب اجازه بدید از این هم بگذاریم. دوستی پیشنهاد کرد که چهارشنبه ها رو حافظ بخونه خدمتتون. چند دوست دیگر خواستن که این تاریخ متأخر رو در واقع بررسی کنیم. من فکر کردم فعلا بهتر است که به این تاریخ بپردازیم و سرانجام دریابیم که ما چگونه ما شدیم و از در واقع مناسبات ایران و انگلیس آغاز میکنیم خدمتون، ببینیم به کجا میرسیم، بعد میپردازیم به روس‌ها و در عصر جدیدتر به آمریکایی‌ها، ببینیم که ما چگونه ما شدیم، چگونه شد که ما چنین شدیم. میخوام خدمت شما عرض کنم این دنیای پرشر حاضر که هیچ کس احساس ایمنی ندارد تا اندازه خیلی خیلی زیادی در واقع به واسطه اعمال و رفتار قدرت‌های بزرگ استعماری بوده است و این بازتاب اون چیزهاست و امروز سر بر کرده. در هیچ عصری ما سراغ نداریم که هیچ کس در دنیا حقیقتاً حس امنیت نکند. امروز فکر نمی‌کنم کسی باشد سوار هواپیمایی بشود و این از مخیله او نگذرد که نکند یک بمبی هم در این هواپیما هست. و این اعمال رفتار به طور کل این داستان قانونمندی و دموکراسی مردم زمین رو به شدت تحت شعاع قرار داده است. از شبت که امروز اگر نگاه کنیم به نقاط داغ جهان که اونجا ممکن است شر بزرگ برخیزد، تاریخش رو که نگاه میکنیم ببینیم که این کار کشور قدرتمند بوده، مثل فرض کنید که تولید کره، کره شمالی کره جنوبی. آقا چه کره شمالی کره جنوبی؟ مردمی بودن، فرهنگ مشترک داشتن، همه چیزشون مثل هم بود، مثل هم هم هستن، ولی خب حالا اون کمونیست شده، اون یکی چی شده. در نشست دوم سران متفقین به گونه که یکی دو بار دیگر هم اشاره کردم، اینها در واقع روزویل، چرچیل هم البته خب موافق بود، اینا با روس‌ها معامله کردن که آقا در فیض پایانی جنگ که ما حمله میکنیم به ژاپن، شما از این سو حمله کنید، ژاپنی‌ها رو بیرون کنید از کره و بعد از مدار 38 درجه به بالا مال شما، پایینش هم مال ما. این شد کره شمالی کره جنوبی. کره شمالی هم مسلح شده به بمب اتمی و ژاپنی ها ترسان و لرزان که یک دیوانه ای که اونجا نشسته گفت نژاد از دو کس دارد این نیک بی، ز افراسیاب و ز کاووس که، بله این رهبر معظم محترم معلومه چی کار خواهد کرد با این بمب ها. خب این شرطی بود است که متفقین برپای کردن، یا دیوارکشی در پاکستان، یا ایجاد این کشورهای جعلی و تا برود به لبنان و اونسو. اینها همه یادگار
عرض کنم که دخالت های کشورهای بزرگ هست. اما این که مناسبات ایران با انگلستان چگونه بوده است، این مطلبی است که امروز به آن خواهیم پرداخت. عرض کنم که و ببینیم که زمان ما چقدر خواهد بود، از کی اصولا این داستان شروع شد و به کجا انجامید. مناسبات مغرب با مشرق غالبا فقط از طریق جنگ ها بود، توی اینو کار خودشون نمی کردن. شرق هم به دنیای خودش رو داشت، گاه گاهی مستشرق می آمد مثل مارکوپولو فرض کنید، می آمد ببیند این در این دنیا چه خبر هست، گزارش ها می نوشت برای پاپ اعظم می فرستاد اینها. و جنگ های ایران و روم مثلا تا ما می رسیم بعد از عرب و جنگ های صلیبی آغاز می شود. جنگ های صلیبی چندین نوبت اینها لشکرکشی کردند که سرزمین مقدس را از چنگ مسلمان ها به در آورند. بینامگان جنگ های صلیبی کروسیدرز به قول خودشون غالبا هم شکست می خوردن. چندین ده هزار آدم پیاده را می انداختن از نمیدونم اروپا تا برسد به مثلا بیت المقدس رو جدا کنن. یک بار هم پیروز شدن البته و جنایات بسیار کردن، قتل عام کردن، تمام مسلمان ها رو کشتن، یهودی ها رو کشتن در اونجا و یه 70-70 سالی هم اونا اونجا بودن و نفرت بسیار از مسلمان ها نشان می دادن. و تاریخ می گوید که یکی از پادشاهان انگلستان نامه می نویسد به بعد از که مغول ها آمدن اینا، غربی ها خوشحال شدن، گفتن که این مغول ها داره دین و ایمانی نیستن، انشالله تعالی می زنن همه مسلمانان را می کشن. و مشهور است که یک آدم سفیهی از شبت که آمد پیش یکی از خوانین مغول، گفت جنگ جد بزرگ چنگیز خان رو دیدم که میگفت هرچی مسلمانه بکش. میگفت آقا این پدر بزرگ ما چنگیز خان به چه زبانی صحبت میکرد؟ گفت که مون که چی بگه؟ دید اگه بگه به زبان مغولی صحبت میکرد که این آقا بلد نبود، زبان فارسی هم قربان به زبان فارسی. گفت لا تاقل نگو پدر بزرگ من چنگیز خان زبان فارسی نمیتوانست، که ببرید این را به یاسا برسانید، یعنی او رو بکشید. باری یک نامه نوشته است از سبت که به ارغون و همچنین نامه به الجایتو، اینا حاکمان مغول بودن، خانهای مغول بودن، که شما بیایید و همه پوشش خود رو صرف از میون برداشتن مسلمانان کنید. میگوید پیروان منفور محمد. این نامه است که شاه انگلیس می نویسد حدود قرن 13 میلادی به خان مغول، که البته خان مغول هم عاقل‌تر از اینها بود که چنین جنایتی را انجام بده. و این اولین نشانه های تماس هست بین کشورهای غربی و ایران زمین. در روزگار مغول ها که بگذاریم، ما یک نیروی بسیار مخربی داریم در اروپا، یعنی نیروی ترک ها، ترک های عثمانی که هنوز هم تشریف دارن البته، و سلسله صفوی. سلسله صفوی که در واقع در پشت جبهه بود، یعنی روی این ترک ها از زمانی که قسطنطنیه رو گرفتن بدان سو بود، برای گرفتن همه اروپا بود و تا پشت دروازه های بیان هم رفتن. و خود اینها بارها در تاریخ هاشون نوشتن که اگر ایرانی ها نبودن و این حکومت صفوی نبود، یک نفر از ما را اینها زنده نمی گذاشتن، یعنی ترکان عثمانی زنده نمی گذاشتن. بنابراین بسیار خوشحال و شادمان بودن از اینکه پادشاهان صفوی هستند و این سلسله تشکیل شده است. و هر صورت که از پشت جبهه رو
در از پشت اینا حمله میکنن و اینها رو در واقع سرشون رو بند میکنه از این سو. این است که رفاقت انداختن و اولین قدم فرستادگانی بودن، چند تن از نجیب زادگان انگلیسی رو فرستادن پیش شاه طهماسب. شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل مرد بسیار بسیار متعصبی بود، متعصب دینی. پسر خودش رو به جرم اینکه تارک الصلات هست، یعنی نماز نمیخواند، 25 سال به زندان انداخته بود اونجا. و این آدم اونجا یک شخص عرض کنم که عقده‌ای بدبخت بیچاره شده بود که وقتی بیرون آمد این تعادل فکری و تعادل روحی نداشت و یک آدم جنایتکار بیرحمی به نام شاه اسماعیل دوم ما در تاریخ می‌شنیم که همین آغاز پسر همین آقای دماس به سفر میآید. اونجا جنکینسون اگر خطا نکنم اسمش بود، یک انگلیسی میآید به خدمت شاه طهماسب، میگوید که تو کی هستی، از کجا آمدی؟ حالا بعد از مدت ها که رمز السلاب میاندازند و اینها که ساعت سعد کدام است، ساعت نحس کدام است، آقا رو میارن اونجا خدمت بله شاه طهماسب. میگوید اینجا تو کی هستی، از کجا آمدی، چه میخوایی؟ خودش در خاطراتش نوشته وقتی رفتم و احترام به جای آوردم در حضور شاهنشاه ایران، از من پرسید از کدام کشور فرنگ هستی؟ گفتم غلام من بچه انگلیسی لندن هستم، از کشور انگلستان که در همه جهان شهرت دارد. اینجا چه میکنی؟ عرض کردم قربان من از سوی ملکه خدمت رسیدم، هدایا و تحت کرامندی هم با خودش آورده بود و تقدیم پادشاه کرده بود و اینها، و گفت برای این آمدم که شما اجازه بفرمایید که یک تجارتخانه ما در جنوب ایران روبرا کنیم و مناسبات اقتصادی دو کشور رو برقرار کنیم. انگلیس ها آدم های در واقع با عقلی بودن، یک عده ای اهل شمشیر بودن، یک عده ای اهل تدبیر بودن. انگلیسی جماعت اهل تدبیر بود، اهل تدبیر بود. سعدی جا می فرماید به نوبتن ملوکن در این سپنج سرای، به نوبتن ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک و عبد گراو، چو حکمت است چه حاجت به گرز مفکور، چو دولت است چه حاجت به تیغ جوشن خای. اهل تدبیر بودن انگلیس ها. این آمریکایی‌ها اینا اهل زورن، یعنی قبل از اینکه تدبیر رو به کار ببرن حمله رو آغاز بکنن. همیشه هم اشتباه بوده کاراشون تا به امروز. در داستان علی به عنوان مثال، ما چون ارز کنم علی ردایی هستیم و کشتگان و مردگان حضرت مولا هستیم و ارز کنم که تمام این کهکشان ها رو ایشان خلق کرده است و این حرفا، ایشون اهل تدبیر نبود، این اهل شمشیر بود. یعنی شمشیر رو راه حل همه مشکلات عالم میدانست. پسر عموش اما مرد تدبیر بود، اون معاویه خداوند تدبیر بود، خداوند سیاست بود، دیگر بزرگترین سیاستمداران تاریخ بود. روبرو شد با آدم که اهل تدبیر نبود، شمشیرش رو راه میافتاد ولی و چون تدبیر نداشت در جنگ شکست خورد و خانه نشین شد. بعدم زدنشون رو کشتن. بماند انگلیس ها اهل تدبیر بودن، یعنی وقتی میخواستن با یک ملتی عرض کنن که مناسباتی برقرار کنن، توپ و تفنگ نمی آوردن، اول مطالعه میکردن در باب اون کشور. در دوره طولانی بهترین دانشمندان شرق شناس در استخدام کمپانی هند شرقی بوده که حالا که ما میخوام برویم به این کشور، اینا چگونه مردمانی هستند، زبانشون چگونه است، فرهنگ اینها چگونه است،
اینا دین آیینشون چگونه است، چه چیزهایی برای اینها مقدس است، روانشناسی اینها چگونه است، اینا رو همه رو بررسی میکردن. دانشمندان بزرگ تجزیه و تحلیل میکردن، حاصل تحقیقات اینها میرفت به مرکز سیاستگذاری انگلیس، مبتنی بر فرهنگ اون مملکت تصمیم میگرفتن. یک مجموعه 50 جلدی هست در هندشناسی که عمده کارش آقای پروفسور مولر انجام داده. پروفسور مولر، بله، و اول میشناختن این مردم در مقابل فلان محرک چگونه عکس العمل نشان میدن، اتفاق اتحادشان چگونه است، آیا مردم شجاعی هستند، آیا مردم ترسویی هستند، آیا بین اینها نفاق هست، آیا متفق هستند، متحد هستند، چگونه هستند. و با تدبیر میرفتن و با یک پیشنهاد خیلی کوچک میرفتن که ما میخوایم آقا اینجا یک دستگاه کوچیکی، دو تا اتاق اینجا درست کنیم، بازرگانی کنیم. و هدایای خیلی خیلی ارزشمندی هم اول کار می بردن و رفته 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 مثل سرطان نفوذ می کردن. یک مرتبه دیدی که همه اقتصاد به امریکا دست انگلیس هاست، یک مرتبه می دیدی که از کنم اقتصاد ملی و مملکت به طور کل برشکست شده، صنایع دستیش کارهاش همه دفته، ذخایر طبیعیش داره میره انگلیس و اجناس انگلیسی داره وارد میشه. پشت سر هم، بله، پادشاه بسیار بسیار خوب و عالی انگلیسی و فراورده های تکنولوژی مدرن اینطور آغاز میکردن، با توپ و تفنگ نمیرفتن. اگر که کار سخت میشد البته با توپ و تفنگ میرفتن، منتها آخرین چیز، آخرین رمدی، آخرین نسخه جنگ بود، نه اولین قدم. بگردید ببینید صدام حسین چیزی ازش پیدا میکنید ما بریم با جنگ کنیم. آقای بوش پسر گفته گفتند آقا چیزی نیست این صدام حسین، چیزی نیست، بگردید پیدا کنید. خب وقتی بگردی پیداش میکنیم، بنده پرده را بیفتن دنبال امام زمان پیداش میکنم، حتما پیداش میکنم، چون دارم میرم که پیداش کنم. اون آقای سوئیسی که نمیره دنبال امام زمان پیداش هم نمیکنه، من میرم پیداش میکنم. کمه که رفتیم پیداش هم کردیم. یه بار باری اینها از شبت که به مقاصد اقتصادی همه بقای تاریخ در واقع اینا المان مهمش، عنصر مهمش، عنصر اقتصادی است برای سود و منفعت، به ویژه بعد از انقلاب صنعتی و تولید انبوه. اینها در اروپا اتفاق افتاده بود، اینها بازار میخواستن، اینها مواد خام میخواستن، خلاصه میبایستی میرفتند و یه جای کشورها رو میگرفتند و اونجا رو میکردن یک بازار، مواد خامش هم میبردن و از اینجور داستان ها و رقابت ها و کشمکش ها بین خودشون اتفاق می افتاد. انگلیس ها آمدن و شروع کردن به ساختن نیروی دریایی و با این نیروی دریایی بوده که انگلیس توانسته بزرگترین امپراتوری زمین رو به دست بیاورد. با این نیروی دریایی بوده که توانسته است استعمارگران قدیم تر رو مثل پرتغالی ها، مثل اسپانیا ها رو، هلندی ها رو از میدان به در بکند. با این نیروی دریایی، و این نیروی دریایی همیشه در واقع بزرگترین نیروی بوده است در دست این دولت انگلیس. باری شاه تماس میگوید که خب دین تو چیست؟ این مرد که آمدی اینجا میخوای با ما معامله کنی و مرابطات چنانی بقرار، میگوید مسیحی هستن، میگوید ای کافر خدا نشناس نجس، تو در دربار ما چه میکنی؟ بیرون کنید این ملعون را. و خود این آقا هم خاطرات نمیشه، میگوید من رو بیرون کردن، گفت تمام آجرهایی که پاش روش میگذاره آجرها رو عوض کنید،
این در واقع آجر فرش بوده گویا خیابان اصفهان. این آقا میگوید من که از حضور شاهنشاه بیرون آمدم، یک مرد یک قرباری داشت پر سنگ ریزی کرده بود و اینها، هر جا من پا میذاشتم و بر میذاشتم بلا فاصله یه مشتی سنگ ریزه میریخ اونجا که بعد همه آجرا رو عوض کنم. و این زن اینا رو بیرون کرد. این آقای شاه طهماسب به خاطر اینکه اینا کافر بودن، گفت شما نجس هستید مسیحیان، اینجا چیکار میکنید و اینا، بیرونشون. ارتباطی حاصل نشد بین کشور انگلیس، انگلستان و ایران. و این در ارتباط نبودن با اروپا و بیخبر بودن از صنایع مدرن اسلحه سازی خیلی برای ایرانی ها گران تمام شده بود. نزد پدر همین مرد شاه اسماعیل با شمشیر و کمان و گرز رفت به جنگ، عرض کنم که سلاح‌های مدرن ترکیه یا عثمانی که توپخانه بود و تفنگ‌های چخماق‌دار سرپر بود و چنین و چنان، این زیان رو پرداخت کرده بود. تا ما می‌رسیم به روزگار شاه عباس کبیر. این شاه عباس کبیر که بارها عرض کردم این لقب کبیر شایسته اوست، هم در واقع جهانگیر بود، هم جهاندار بود، هم اهل شمشیر بود، هم اهل تدبیر بود. خلاصه یک رهبر بسیار بزرگی بود این مرد که قریب 52 سال در سرزمین ما پادشاهی کرد. و انگلیس ها آمدن 70 نفر از نجبای انگلیس رو بعد از مبالغی تعلیمات لازم فرستادن. دو تن از اینها بسیار مشهور بودن، سر آنتوین شرلی و سر رابرت شرلی. اینها خیلی معروف هستند در تاریخ ایران و تاریخ صفویه. اینها آمدن و شاه عباس با آغوش باز اینها رو پذیرفت و منتها درجه رو، درجه استفاده از اینها رو به نفع ایران برد. به شرح خدمتتون عرض خواهم کرد. از امیر گرامی خواهش می‌کنم در اتاق فرمان یک موسیقی کوتاه پخش کنن تا برگردیم و این داستان مناسبات انگلیس رو با ایران خدمتتون عرض کنیم، از روزگار قدیم تا روزگار جدید، که البته امروز بخش کوچکی رو خواهیم گفت به واسطه زیغ وقت. تا چند دقیقه دیگر خدمتتون خواهم بود. مجدد خدمت شما هموطنان گرامی، ما به علت خرابی دستگاه با اسکایپ خدمتتون هستیم. اینی که هماهنگ کردن با اتاق فرمان بسیار مشکل است و امیدواریم این دستگاه رو ما بتوانیم راه اندازی کنیم. پیش از اینکه من برگردم سر داستان شاه عباس کبیر و مناسباتش با انگلیس ها، خدمتتون عرض میکنم که گویا در ایران دو سریال ساختن، یکی به نام شهرزاد که داستان زندگی دکتر مصدق است، یکی هم معمای شاه. گفت که جماعت و شیعه لا یتکلم الا بالغرض. حالا چه کار اینا بی‌غرض بوده که این یکیش باشه؟ من مطمئنم برای تخریب هرچه بیشتر شخصیت این دوتن این دستگار را انداختن. این رو چندین تن از دوستان رو بنده گفتن. ما هم کاری که خواهیم کرد این است که در واقع در حد توان با یک نیمه بلنگو بخواییم جواب همه این دستگاه های دروغ جمهوری اسلامی که روزی چند میلیون دلار صرفش می شود بدهیم. در حد توان این کار رو خواهیم کرد. تا حالا من ندیدم، اما حتما به دقت نگاه کنم، چون مطمئنم که پر از دروغ هست و پر از تحریف تاریخ هست. اینها مشغول هستند به حقیقت زدایی از تاریخ این مملکت و شرم ندارن از دروغ گفتن. دروغ کار اینهاست، جز دینشان. آقا اینا کسی دروغ جز دینشه دیگه، شما چی کار بکنید؟ این است که ما اینا رو نگاه خواهیم کرد، یکی به دقیقه به دقیقه اینا رو نگاه خواهیم کرد و برای شما نشان خواهیم داد کجای قضیه دروغ گفتن و کجای قضیه رو
نادرست گفتم و فکر کنم که بد نباشد به پردازیم به این مطلب خیلی مهم است. خب برگردیم سر داستان شاه عباس. شاه عباس دریافته بود که علت شکست جد شاه اسماعیل به واسطه عقب افتادگی آلات جنگ بود، وگرنه از شجاعت کم نیاوردن این 26 هزار نفر، باعث حیرت جهان شدن. این جنگ چالدران شاه جنگ هاست. باری آمد و روابط بسیار حسنه ای برقرار کرد با دولت انگلیس. یکی از این برادران شردی هم به عنوان نماینده، یعنی سفیر حسنیت ایران، فرستاد به دربارهای اروپا و در واقع در اون روزگار عثمانی ها بخشای مهمی از ایران رو در اشغال داشتن و شاه عباس اون توانی که اینها رو بیرون بکند نداشت و شر بزرگ دیگری که در روزگار سلطنت شاه عباس بود ترکمن ها بودن در شمال شرقی ایران در خراسان که هر روز قارت، هر روز کشتار، هر روز گرفتاری برای مردم. این است که خواهش کرد از این برادرم که ارتش ایران را مدرنیزه بکنند و آنها به این کار مشغول شدند و وقتی که ارتش ایران مسلح شد به توپخانه های مدرن اون روزگار، ترک ها را از مملکت بیرون کرد. آقای دلاواله که یکی از فرستادگان پاپ هست در روزگار شاه عباس کبیر میگوید من آمدم در حضور اون نشستیم، شراب داد، با هم شراب خوردیم و بعد سفیر اسپانیا هم حضور داشت که برو به شاهتون بگو ما به ضرب شمشیر قریب 300 قطعه از خاک میهنمون رو از دست عثمانی ها به در آوردیم، شما یعنی یک کاهدان هم از دست اینا نتوانستید خارج کنید. باری این برادران شردی کمک بسیار کردن به شاه عباس و پرتغالی ها رو شاه عباس از خلیج فارس بیرون کرد. الله وردی خان که امروز در واقع 33 پل رو پل الله وردی خان هم میگویند، اگر فردا اسمش رو نگذارن 33 پل خلخالی، این پل هم زیر مدیریت الله وردی خان انجام شد و این سپهسالار پرتغالی ها رو شکست داد و انگلیسی ها آمدن. به سایر اروپایی ها هم شاه عباس اجازه داد که بیاین در خلیج فارس به کار تجارت مشغول باشند و تبلیغ کرد که به ایران بیایید، چون او میدانست اقتصاد در صورتی رشد خواهد کرد که دیگران هم بیاین و پولهای خود رو، ثروتشون رو در مملکت ایران خرج کنند. مشهور است که بازارهای اصفهان تا دیر وقت باز بوده و اوج در واقع اوج رشد اقتصادی و عزت و حیثیت ایران بعد از عرب در روزگار شاه عباس کبیر بوده که وسعت ایران رو تقریبا به روزگار ساسانی رسانید و در همه جهان این پادشاه مشهور بود و لقب کبیر عرض کردم شایسته این پادشاه است. و بعد کسان دیگری در مرتب میفرستادن، اما شاه عباس فوت شد. یک فرستاده دیگری هم فرستاده بودن برای کارهای مهم و آمد در شمال ایران خدمت شاه عباس رسید و دیدار بعدی دیگر دست نداد چون این شخص فوت شد. یک سال بعد هم شاه عباس فوت شد و هرج و مرجی شد دیگر. اون بابقیه حکومت صفوی انحطاط بوده است تا میرسیم به روزگار شاه سلطان حسین ماشاءالله و روزگار خرافات و لاتائلات و عرض میکنم همین حرفای آخوندی و آدم های مثل باقر مجلسی و این شخصیت هایی که امروز میبینیم و این حرف ها، اینا عمدتا یادگار لاتائلات همون روزگار شاه سلطان حسین صفوی است. شاه عباس اهل لاتائل نبود، آخوندها رو راه نمیداد به سیاست و اینها. باری تا یک عده آمدن یک جماعت دزدی ریختن بر سر از کنم که مملکت، شهر زیبای اصفهان، پایتخت جهان،
آره پایتخت امپراتوری ایران عرض کنم که قتل عام شد، خراب شد و چه میزان هنر از میان رفت و این داستان ها، و تا نادرشاه پیدا شده. نادرشاه آمد و در واقع سر و سامانی به کشور داد، دشمنان ایران رو سرکوب کرد، اونا رو از ایران بیرون کرد و واقعا یک موهبتی بوده وجود نادرشاه افشار در روزگاری که ایران چیزی نمونده بود که هر تکش ببره. روسا و انگلیس ها اینا همه نقشه کشیده بودن برای ایران، اما این قوت و قدرت نادری و اون سپاهی که واقعا شکست ناپذیر بود توانست کشور رو گسترش بده از در واقع غرب رودخانه سند تا بنود به مرزهای ترکیه. اینها وسعت ایران بوده. در روزگار نادرشاه ماوراءالنهر رو گرفت، بخارا و سمرقند رو گرفت، جزء ایران کرد، هر جا جدیدی می گرفت یک پر به کلاهش اضافه می کرد. اما فرصت مناسبات اونچنانی با سایر کشورها نداشت. بعد از نادرشاه هم باز دوباره هرج و مرج شد و از سبب که افتاد به دست کریم خان، کریم خان زند، و انگلیس ها باز پیدا شدن و کریم خان اونها رو پذیرفت و داستانش با انگلیس ها بسیار مفصل است که چگونه کریم خان چه دستورات صادر کرد. بخشاش خدمتتون میخونم که مرد چگونه عرض کنم که مناسبات ایران انگلیس رو توسعه داد. ما یک مرد بسیار محترم دروغ پرداز داشتیم، عرض کنم که رمان های تاریخی می نوشت، مثل خواجه تاجدار و نمیدونم عارف دهیمدار و اینا، اسمش از خاطرم پرید الان. این مرد هر دروغی که بفرمایید در این کتاباش می نوشت، دروغ های شیرین می نوشت، یه عده زیاد کتابخوان کرده بود، اما همه حرفاش دروغ بود متاسفانه. و یکی از کتابهاش هست متفکر بزرگ عالم شیعه، نویسندگان دانشمندان مجمع علمی استراسبورگ، نظیم این استراسبورگی هست نه کسی، از خودش اختراع میکرد، زیبالله منصوری. او میگوید که کریم خان وقتی که انگلیس آمدن گفت بیاد ببینیم چی دارن اینها، آوردن رو گفت اینها رو قیمت کنید، هدایا رو قیمت کردن، گفت بدید به خرکچی ها باکرچی های دربار، دادن، گفت به اندازه پولشان به اینها قیمتشان به اینها پول بدید، به این انگلیس هایی پدر سوخته. و بعد دستور داد که یک نمایشی هم سواران زن بدهند و شجاعت های خودشونشون بده، و بعد هم گوش رئیس اینها رو داد در بندر عباس بریدن. معلوم است این دروغ ها رو این مرد از کجا می آورد و می گفت. درست عرض کنم که برعکس بوده، بله برعکس بوده، و قرارداد که کلیفان نوشته و دستوری که صادر کرده بسیار بسیار مفصل و مهم هست. من بخشیشو براتون میخونم. میگوید کمپانی انگلیس میتواند هر مقدار زمین که برای تجارت خانه خود لازم دارد در گوشه یا در هر محلی که میخواهد در سواحل خلیج فارس بسازد، هر چند توپ بخواهند در اون کارخانه سوار کنند. در باب حقوق گمرکی هیچ نوع حقوق گمرکی به متاع انگلیس ها یا با اون متاعی که از ایران خارج میکنند تعلق نخواهد گرفت، نه در بوشه و نه در سایر بنادر خلیج فارس، مشروط بر این که هیچ وقت اموال یا متاع سایرین را چه واردات باشد و چه صادرات جز متاع خود قلمداد نکنند. تجار انگلیسی مجاز می باشند و تا خود را چه در بوشه و چه در سایر نقاط مملکت به فروش برسانند و هیچ نوع مالیاتی از آنها دریافت نخواهد شد مگر اینکه
شیوخ و یا حکام بنادر فقط حق دارن 3% از اونها حقوق گمرکی برای متاعی که صادر می‌کنند دریافت دارن. بعد میگوید هیچ یک از ملل اروپایی حق ندارد متاع پشمی جز انگلیس ها به بنادر خلیج فارس وارد نماید و هرگاه کسی چنین عملی را انجام دهد بدون ملاحظه متاع او ضبط دیوان اعلی خواهد گردید. بعد میگوید هرگاه یکی از تجار ایرانی به کمپانی انگلیس حقاً مدیون شوخ شیخ محل یا حاکم او را مجبور خواهد نمود قرض خود را تادیه کند. در صورتی که حاکم یا شیخ نتواند وصول نماید کمپانی انگلیس خود مجاز خواهد بود به طریق صلاح میداند طلب خود را از مدیون وصول کند. حالا شاه عباس دستور دیگری داشت و اون این که اگر بازرگانی وارد ایران شد از هر جایی که هست کاروانسراها ساخته بود اینها وارد شد و دوز مال اون رو برد مطابق لیستی که هنگام ورود به ایران به همراه دارد میبرد میدهد به حاکم اون محل و خسارت خود رو از حاکم میگیرد. وظیفه حاکم هست که بره دوز رو بگیره. یک نوع بیمه بوده به هر صورت. باری در روزگار کریم خان اوضاع احوال مناسبات خب خیلی خوب بوده اینطوری که تاریخ میگوید و بعد هم کریم خان فوت شده و اوضاع احوال افتاده است به دست پسر برادرش جعفر خان که او هم ادامه داده است به این مناسبات خوب با دولت انگلیس و بعد از اون در واقع کار به گونه دیگر شد و در اینجا یک حوادث بسیار بدی افتاد من جمله جداسازی بخش مهمی از ایران که امروز خاک افغانستان هست و در اون روزگاران جز لایتک خاک ایران بود و داستان از این قرار بود که انگلستان پایگاهش رو در هندوستان مستحکم کرده بود و رقیب ها داشت رقیب های اروپایی یکی از اینا ناپلئون بوده یکی از اینها استنکی یکی از این هزارهای روس بوده و رفتن اینها در واقع طبق نقشه‌ای که هست میبایستی از ایران بوده باشد. بنابراین بعدها به شرحی که خدمتون خواهم گفت نقشه کشیدن که افغانستان رو کاری بکنن که به طور کل یک بافر بشود یک عایقی بشود بین ایران و هند چون گفتند که در واقع لردهای انگلیسی همیشه گفتند که بدون این هندوستان کار ما به جایی نمیرسد یعنی این ثروت عظیم هند رو اینا باید غارت رو میکردن تا بتوانند زندگی کنند. در این در واقع گرفتاری ها و در این عرض کنم قراض و فروض ها یک سپه سالاری داشت نادر به نام احمد خان که دورانی یا درانی دورانی باید باشه نوشته است و وقتی این جدا شد اینا رفت و شروع کرد حمله به هندوستان و در واقع نوه‌ای داشت به نام زمانشاه. این زمانشاه مرد دلاوری بود و قسم خورده بود که تا کلکته رو بگیره و جز افغانستان بکند و انگلیسی ها بسیار از این وحشت داشتن آمدن و یک ترفندی زدن و اون این که نماینده فرستادن خدمت فتحعلی شاه با هدایای اون چنانی که شما به ما یاری کنید باز یک سپاهی از پشت چون یک کسی دیگری هم آورده بودن اونجا رقیب کرده بودن تا ما بتوانیم این شخص از میان برداریم و به صورت این فتحعلی شاه بی عقل و حرف اینا توجه کرد و سپاه فرستاد و این زمانشاه رو به قتل رساندن و خطر رفع شد. اما از سوی دیگر ناپلئون با روسها در واقع شریک شدن برای اینکه از ایران حمله بکنن به هندوستان. این ماجرای مناسبات فتحعلی شاه با ناپلئون بسیار مشهور هست. این فتحعلی شاه
و ادوایزراش هیچ اطلاعی از سیاست جهانی نداشتن که دنیا داره چگونه اداره میشه، مقصود ناپلئون از این نام پراکنی ها چیست، آیا به صلاح این مملکت هست که دو همسایه خود که روس باشد و انگلیس باشد با اینا در بیفتد که به صحبت یک دیکتاتوری که معلوم نیست فرداش چگونه است با اون شریک بشود. خلاصه داستان این که الو بفرمایید. بله بله امیر گرامی گفتن که پایان، ما هم برنامه رو میبندیم دوستان گرامی، وقت ما به پایان رسید، امیدوارم هستم که هفته آینده خدمت خواهیم بود، هفته آینده که چه از کنم روز جمعه این دم و دستگاه ما درست شده باشد که ما بتوانیم به اتاق فرمان هماهنگ باشیم. تا روز جمعه درود بر شما، جاوید ایران زمین، ارتباط هستیم.